سلام. پرونده امروزمون بوی ترس میده. موزیک لطفا. مردی که خیلی ترسوه توی کارگاه کار میکنه. شبا برای اینکه حواس خودشو پرت کنه یه جوری درگیر کار میشه. گوشی میذاره رو گوشش که صدا رو نشنوه. اما یه شب دوست. آقا چرا موزیک رو قطع میکنین؟ نقطه حساسش بود. بریم بالا موزیک. آها میگه که اسپویل نکن داستانو. داشتم لو میدادم. دوست دارین ها سریع اسپویل کنم و قضیه رو بفهمید بزنید یه کانال دیگه؟ نه این خبرها نیست. همینجا بمونید. بریم ببینیم که ترس چجوری باعث درد سر شاهین میشه. موزیک. صدای رضاست. این صدای رضاست. ببین رضا جان من اومدم. ببین مقاومت کن رضا. من اومدم. دارم میام. دارم میام. خودم دخلتون میارم. میدونم باید چیکار کنم.
واقعا من بعضی شوخی‌ها رو نمیفهمم بعضی شوخی‌ها رو. رفیق تولدشه، میخوای خوشحالش کنی؟ اینجوری خوشحالش میکنی؟ میدونید خیلی از نزاها و درگیری‌ها با همین شوخی‌ها شروع میشه؟ اسیرش میکنی یه گوشه؟ سه چهار نفری کیکمالیش میکنی؟ کیک میکوبی تو صورتش؟ کی دوست داره شب تولدش کیکی بشه؟ من که نمیخوام. کی میخواد؟ تو میخوای؟ آره من سور، تو میخوای کیکی بشه شب تولدش؟ آی فکری، هیچ کس نمیخواد شب تولدش کیکی بشه. من خودم اگه تولدم بود اصلا نیاز به کیک مالی و این کارا نیست. یه دونه سکه بهار آزادی طرح قدیم بهم بدید، هیجانم میره رو 1000، آدرنالین رو 10000، فشار 24 رو 16. خوبه؟ اینجوری رفیقاتون رو خوشحال کنید. دوره اون شوخی‌ها دیگه گذشته، طرف تولدشه، برداشتن با یه باندی مسخره بازی کشوندنش تو تاریکی، ترسوندنش که بعد بگن هپی برثدی. نمیخواد آقا، نمیخواد. خوب شد تیر خورد تو با بدنت، خوب شد، حقت. حالا از فردا دردسرای این شاهین شروع میشه. بریم ببینیم. عجب، این چه بساطی برای من درست کردی تو؟ مگه نمیبینید چه سر صدایی به پا شده بود؟ من فکر کردم خرس میخواد به آقا رضا حمله کنه. خرس چی عزیزم؟ اولا اون صدا صدای گراز بود، بچه‌ها اینا خواستن اذیتت کنن، تو رو بترسونن، اون صدا رو درآوردن. تو چه اینجایی؟ چیکار می‌کنی اینجا؟ چیکار داری از من نگفتم بری؟ تیر بعد جایی خورده، بعد نمیتونم بشینم تو ماشینم برم شهر. دوشه جونه، خوب شد بهتر شد که خواهی. چه کاری بود شما کردی؟ نگفتی این مفلوکی بدبخت سکته می‌کنی مفتو رو دستمون؟ چه کاری بود شما کردی؟ آره درسته، کار درسته که حدته. شرمنده دیگه، خورده دیگه. خب چیکار کنم الان من؟ هیچ، آقا این بچه‌ها بگین که وانتو بیارم من دمر بخوابم پایین، بعد بریم شهر من برم دکتر. وانت بی وانت، وانت میمونه اینجا واسه جنسای فردا. کار داریم ما با وانت. میخوام برم دکتر. تیر خوردم. امشب میمونیم تو اتاق آقا شاهین، فردا میرم چه گلی سر تو بکی بکنم. آقا خونریزی؟ خونریزی موریزی نداریم آقا. دیوانه های روان پریش، برو بیرون. میمردم خب. نمیمیری، برو. ای بابا داد میدم. ببین، یعنی فقط چون امروز تولدته من دارم اخراجت نمی کنم. من موندم ساعت 12 بشه، فردا من تو رو اخراجت بکنم. آقا شما صبح به صبح اینجا سر میزنید، نمیدونید اینجا چه خبره، این حیوانا چه سر و صدایی میکنن، قیامتیه اینجا، من تا صبح نمیتونم بخوابم. عزیز من خب طبیعیه، اینجا جنگله، اینجا جنگله، معلوم از صدای عجیب غریبت توش میاد. خب الان خب فصل بهاره، خب بدتر صدای عجیب غریبه. تو من ببینم سم دیوار ما اینجا داریم، چه حیوانی میتونه سم دیوار بپره بیاد پایین بیاد سراغ تو؟ چه حیوانیه؟ آقا یهو دیدید دیوار رو سوراخ کردن اومدن داخل، مگه یادتون نیست چه بلای سر اون سگه اومده بود؟ باز میگم سر همون سگ بود، سر همون سگ. اون تفنگ خبط کردم، خطا کردم، گفتی سگ، رفتم واسه تفنگ گرفتم، این کثافت رو انداختی. تفنگم تمیز میکنی میاری تحویل میدی؟ اون اصلا مجوزش هم تموم شده، رفته پی کاره. وای خب چیکار کنم؟ وایت ای شاهین متهم اصلی این پرونده با یه تفنگ شکاری که مجوزش هم تموم شده بود. جیمز نزن، مسخره بازی در نیار، تیراندازی نکنید دیگه، گفتم مجوزش تموم شده، بذارش اونجا، بذار اونجا نکن. البته خب
رفیقاش هم شوخی بدی کرده بودن دیگه. کسی که شوخی بد کنه باید هم انتظار بدی میداشته باشه. میداشته. داشت. خلاصه رفیق شاهین اون شب دوباره میره کارگاه که پیش شاهین استراحت کنه و صبح بره خونه. اما اینجوری براتون بگم، این رفیقش یه آدمیه که کرم داره، یه آدم مریض، مرض داره. ببین زردیش شل باشه من نمیخورم. ببین زردیش صرف باشه من نمیخورم. اصلا شما میل کنید نوشت جان. نمیدادم. مادر جان، مادر جان، بابا مادر جان، اون صدا پرنده است. مادر جان صدا پرنده است. آروم بگی توپک بذار کنار. بذار کنار صدا پرنده است. با این نشونگیر همه چی رو میزنی جز اصل کاری. ببینم تو اصلا نشونگیری منو دیدی؟ من از این اتاق زنبوری ته انبار رو میزنم. تماشا کن. بفرما. شما که میرید خونه من تا صبح تمرین نشونگیری میکنم. آره بفرما. این چیه؟ چیه؟ این چیه؟ نشونگیری منه. کنار تابلو برق؟ چه فرقی میکنه؟ آدم باید آماده باشه که من هستم. تو که اینقدر آماده ای چرا به جا گراز منو زدی؟ بعدش هم فکر کردی گراز مثل مسی اونجوری وامیسه بزنی تو پیشونیش؟ بیبی بیا اینجا بیا. چیه؟ بیا. نمیدونم چرا اون شب من همه تونو شبیه گراز میدیدم. اونم گرازای زشت. نمیدونم چه. میدونم 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 چی میگی. آدم وقتی هول میکنه اتفاق میفته. آره. همینه. به نظر من اصلا این تمرین ها کارساز نیست. از این تمرین ها دیگه نکن. نکن دیگه. چه؟ بابا بشین دیگه. چی دی؟ بابا کنم گرگر. جمع بده یه نقمه سلر برمیداره. بذار کنم. وای. یه جلو. چی؟ آروم باش. آروم. خیلی. آروم باش. خیلی خوب. ببین شاهین ها، یه چیزی میخوام بهت بگم. این مسخره بازی‌ها رو بذار کنار. چرا؟ به جای اینا با ترست روبرو شو. ها چجوری؟ چجوری؟ بابای خدا بیامرزم همیشه همینو میگفت. میگفت ترس مثل باطلاقه. خب یعنی هر چی بیشتر توش دست و پا بزنی بیشتر فرو میری. ببین ببین از موقعی که این سگ نگهبانو این گرگا تیک پاره کردن من هر شب کابوس میبینم. هر صدایی باعث میشه قلبم از توی سینه در بیاد. نگاه کن نگاه کن. من غرف میخورم. غرف غرف میخورم. نگاه کن غرف میخورم. آروم بگیرم. نگاه کن. باشه حالا غرفاتو بخور. آروم باش آروم باش آروم باش آروم باش. اون دندونو بده تو. بده تو. آروم باش آروم باش. نفس عمیق بکش. نفس عمیق بکش. ببین تو باید با ترسات رو برو بشی. یعنی اینجوری که وقتی ترس میاد سراغت خب این اشتباه تو برو سراغش. چجوری آخه؟ چجوری؟ دلو بزن به دریا. برو تو جنگل. خب برو با ترست رو برو شو. خب برو با ترست کاملا رو برو شو. خب اینجوری کلن ترست میرسه. ببین آخه اونجوری که همه جونورا منو لته پارم میکنن. ببین همینه. وقتی فکرت اینقدر درگیره این یعنی ترس. خب این یعنی ترس. یعنی باید باش مقابله بکنی. چجوری چجوری چجوری؟ ببین یه چیز بهت میگم از من به تو نصیحت. بگو بگو بگو. آدم یه روز درست زندگی بکنه ولی یه عمر با ترس زندگی نکنه. تو امروز قصر درفتی. فردا چی؟ پس فردا چی؟ بعدم این تفنگو که میخوای تحویل بدی که دیگه بعد بدون این تفنگ چجوری اصلا خوابت میبره؟ راست میگی. برو تو جنگل، برو با ترسات روبرو شو، برو منم پشتتم. برو.
برو با ترسات رو بروش بیا. ببین شاهین، به خودت مسلط باش، هیچ حیوانی اینجا نیست، هیچ حیوانی، هیچ حیوانی اینجا نیست. بابا مرد به این گندگی کردم نمیترسه؟ من که اصلا نترسیدم. دو متر قد، از چیزی مگه باید دادم بترسه؟ چیزی اینجا نیست که، من خیلی خیلی به همه چی مسلطم. اصلا من محاله بخوام بترسم. اصلا هیچ. کی اونجاست؟ نخونه رضاست؟ نه بابا، رضا که اینجاست. کی اونجاست؟ تو کی هستی؟ تفنگتو بذار زمین، بیا بیرون شکارش کثیف. اداره محیط‌بانی، بیا بیرون، تفنگتم بذار زمین. ای وای من، تفنگتو بذار زمین، بیا بیرون. چش من شکارچی نیستم. بیا بیرون. تیر به دستتون خورده؟ دست من رسم. بشین زمین. آخه ببینم چی شده. و این گونه شد که شاهین به معنای واقعی پاش به دادگاه باز شد. تیراندازی با اسلحه شکاری بدون مجوز. حالا دفعه اول خدا بهت رحم کرد، این دفعه چی؟ این بار زد یه حیوان بی زبون و کشت. تازه آقای محیط‌بانم آسیب دید. آخه آدم عاقل کسی با اسلحه بلند میشه میره تو جنگل با فوبیاش مبارزه کنه؟ آقای محیط‌بان رضایت نداد و سر همین قضیه شاهین رفت جلوی قاضی. خب اینجوری که توی پرونده نوشته شده، بر اساس تیراندازی ایشون یک قلاد گراز وحشی کشته شده. بله آقای قاضی، البته منم از ناحیه دست مظلوم شدم، ولی برای خودم شکایتی ندارم، ولی باید حق اون حیوانای مظلوم از این ظالم بگیرم. آقای قاضی باور بفرمایید، من اصلا شکارچی نیستم. اون شب یه صدا اومد، من فکر کردم گرازا میخوان بهم حمله کنن. اینجوری که توی پرونده‌تون نوشته شده، خدا رو شکر شما سابقه بزه یا شکار غیرقانونی رو ندارید. بله، اصلا آقای قاضی من از شکار بدم میاد، من اون اسلحه رو برای محافظت از خودم خریده بودم. به هر حال کاری که شما کردین جرم محسوب میشه و توی قانون براش حبس در نظر گرفته شده. نه آقای قاضی این کار رو نکنید، من حتی تا به حال پامم به کلانتری باز نشده. تو باشی دیگه به اون حیوانای مظلوم شلیک نکنی. باشید ببینم، شما دوتا دارید ادای منو در میاری؟ نه آقای قاضی، نه من؟ اصلا آقای قاضی اصلا. متوجه نمیشم، مجازات شما بر اساس قانون حبسه، ولی از اونجایی که شما هیچ گونه سابقه کیفری ندارید، ما برای شما تصمیم گرفتیم که مجازات جایگزین بذاریم. مجازات جایگزین؟ دستتون در نکنه آقای قاضی، شما هر امری که بفرمایید من اطاعت میکنم، فقط منو زندون نفرستید. از اونجایی که کار شما به محیط زیست و حیوانای اون منطقه ضربه زده، شما باید به مدت 6 ماه هفته 10 ساعت برای اداره محیط‌بانی اونجا کار کنید. چشم، هرچی شما بفرمایید، رو تخم چشم. بفرمایید. خب دیگه بیا بریم. کجا؟ اسلحه دارن؟ الان یه سری از خدا بیخبر به خاطر اشغالشون افتادن به جون حیوانا، باید بریم بگیریمشون. به
نگیریمشون. نه خدا. تو که نمیای بگیریشون، من میرم. چی؟ تو اینجا دو ساعته این علف هرزا اینجا رو در میاری. خب صاف من میام ازت تحویل میگیرم، فقط اینجا پر حیوان وحشه، اون گرازا رو که یادت نرفته. وای وای ای خدا، سال 92 یه قانونی تصویب میشه به نام قانون مجازات جایگزین حبس. بر طبق این قانون اگر همه شرایط آماده و مهیا باشه و فرد دارای سابقه کیفری نباشه، به جای اینکه بره زندان یه مجازات دیگه ای براش در نظر میگیرن. این مجازات مجازات زندان نیست و بیشتر جنبه فرهنگی و تربیتی داره. خوشحالم که شاهین پرونده امروزمون به جای اینکه بره زندان محکوم به این شد که به مدت 6 ماه هفته 10 ساعت محیطبان بشه. ترانه سروده ام از سروده های خودم و آهنگسازی استاد مجتبی تیموری. این ترانه را قبلا در استودیو خواندم و اکنون همکارانم ترانه را پخش و من روی آن لب خواهم زد. همیشه زندان نمیده جواب، نمیشه واسه آتیش ما آب. همیشه زندان نمیده جواب، جای بیداری میبره به خواب. یه وقتا باید بخشید و گذشت، دنبال راهی به جز زندان گشت. یه تنبیه بک، یه کار قشنگ، بشه جایگزین با زندان تنگ. همیشه زندان آخرین راهه، راهی که پر از حسرت و آهه. خب بشه تعدیل. دنیا بی زندان خیلی قشنگه، مثل دنیای بدون جنگه. دنیا بی زندان خیلی قشنگه، مثل دنیای بدون جنگه. وقتی یه موتوری میره یه طوری که میزنه قانونا رو یه دوری، جای این که بشه موتورش توقیف، میشه بهش داد یه کمکی تخفیف. یه دونه کاور پلیس تنش کرد، یه کم تو خیابون معطلش کرد. یه تابلوی پلیس بدی به دستش، این تاثیرش بیشتر از توقیف استش. یا یکی که همسرشو پل داده، محکوم بشه 3 سال بهش گل بده. یا یکی که کشته حیونو با گان، 6 ماه بشه توی جنگل محیطبان. یه وقت باید بخشید و گذشت، دنبال راهی به دو زندان گشت. یه تنبیه بک،